دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه چیکن استراگانوف هستش که یک غذای روسی هستش. این غذا فانتزی و خوشمزه هست، اما برخلاف اسمش به سادگی میتونید اون رو تهیه و از طعم اون لذت ببرید. مواد مورد نیاز: سینه مرغ 1 عدد، قاش 5-6 عدد، سیب زمینی متوسط 2 عدد، پیاز متوسط 1 عدد، آرد گندم 2 قاشق غذاخوری، شیر 1 لیوان، خامه 3 قاشق غذاخوری، کره حدود 25 گرم، پودر سیر، پودر فلفل قرمز، ادویه کاری، روغن مایه و نمک به میزان لازم. سینه مرغ و خلالی باریک خورد میکنیم. شما از فیله مرغ هم میتونید استفاده بکنید. سیب زمینی ها رو هم به صورت خلالی باریک خوردشون میکنیم و داخل آب سرد قرار میدیم. یه پیازی رو هم که داشتیم خلالی خورد میکنیم. قارش ها رو هم اسلایس میکنیم. مقدار روغن داخل مایتابه میریزیم، روی حرارت قرار میدیم و پیاز های رو که قبل خوردشون کردیم داخل روغن میریزیم. کمی تفت بیریم تا پیاز ها سبک بشن. پیاز ها که کمی تلایی شدن و سبک شدن، مرغ رو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. مرغامون استخونی نباید داشته باشه. بنابراین همونطور که گفتم از فیله مرغ هم میتونیم استفاده بکنیم. تفت میدیم تا رنگ مرغا تغییر بکنه. بعد از اینکه مرغ رو کمی تفت دادیم، میایم ادویه هایی که داشتیم، پودر سیر، ادویه کاری و پودر فلفل قرمز رو اضافه میکنیم. کامل مخلوط میکنیم. کمی هم نمک میریزیم. ادویه رو اضافه کردیم. قارچ های اسلایس شده رو اضافه می کنیم. کمی تفت دیدیم. بعد در مایتابه رو می زنیم. حرارت رو کم می کنیم. اجازه می دیم چند دقیقه با آب قارچ مرغ و قارچ مغز پخت بشن. مقداری روغن داخل مایتابه میریزیم. مقداری نمک هم بهش اضافه میکنیم. روغن که کامل داغ شد، سیب زمینی های آماده شده رو به روغن اضافه میکنیم و سرخ میکنیم. کره رو داخل ظرف مورد نظر میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. بعد از اینکه کره ذوب شد، آرد رو بهش اضافه میکنیم و آرد رو کمی تفت میدیم.
بوی خامه آرد گرفته بشه و در این حال باید مواظب باشیم که تا آرد نسوزه، فقط کمی رنگش باید تغییر بکنه. بعد از اینکه رنگ آرد تغییر کرد و کمی سرخ شد، شیر رو بهش اضافه میکنیم، تون تون هم میزنیم تا آرد گوله نشه. آرد و شیر که کامل با هم دیگه مخلوط شدن، از روی حرارت بر میداریم. بعد از اینکه آب غذا کامل چشیده شد، میایم شیر و آرد مخلوط رو به غذا اضافه میکنیم. وقتی غذا به غلظت دلخواهمون رسید، خامه رو اضافه میکنیم. خوب که مخلوط کردیم، از روی حرارت برمیداریم، چیکن استراگانوف آماده شد. سیب زمینی سرخ کرده رو روی چیکن استراگانوف بریزم. از پاستا هم میتونید استفاده بکنید. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.